خب، خدمت دوستان عزیز سلام عرض شد. امیدوارم که خسته نباشید، روز خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید. وبینار آموزشی استراتژی رو در خدمتتون هستیم. امشب راجع به دعوت میخوایم صحبت بکنیم و فاکتورهایی که توی این قسمت مهم هست و باید همه در نظر بگیرن. خدمتتون عرض کنم که اوکی دوستان، دعوت یکی از ماژول هایی هست که در واقع افراد حرفه‌ای توی این صنعت توش تبحر خاصی دارن و در واقع یکی از ستون های مهارتی افراد هست. یادم اولین باری که توی در واقع نتورک مارکتینگ من ترینینگ اجرا کردم سالها پیش، در واقع ماژول دعوت بود، اولین ماژولی که در واقع روی استیج اجرا کردم و دعوت. خدمتتون عرض کنم که یادم اولین جمله که اون زمان گفتم الانم میگم. اولین قسمتی که شما در واقع عملا تصویر چیزی رو که میخواید فرد رو بهش دعوت میکنید، یعنی اون چیزی که اینور وجود داره، اون تصویری که تو ذهن فرد خلق میشه و اون فرد مثلا دیدید به یکی میگید آقا بیا بریم مثلا فوتبال بازی کنیم، یا بیاد بریم یه کافه بشینیم، یا بیاد بریم دعوا مثلا، یا بیاد بریم درس بخونیم تو کتابخونه، یا بیاد بریم یه چه می‌دونم رستوران، هر کدوم از اینا وقتی که دوستتون به شما بگه، شما یه تصویری تو ذهنتون میاد. مثلا میگه بریم فوتبال بازی کنیم، خب شاید تصویر خیلی هیجان انگیزی بیاد تو ذهنتون، مثلا بگید خب کفشم مناسب هست براش نیست، حال دارم، خستم خسته نیستم. اگه بگم رستوران، نگاه میکنید لباساتون مناسب رستوران هست، گرسنتون هست نیست. دوستان، زمانی که شما فرد رو توی دعوت، در واقع ماژول دعوت رو دارید استارت میزنید، شما دارید یه تصویر تو ذهن فرد خلق میکنید، مشابه تصویری که اگه الان من به شما بگم بیا بریم دعوا، مثلا دو سه نفر منو زدن، بیا دو سه تا بچه‌ها با هم بشیم بریم دعوا، خب چه تصویری تو ذهنتون میاد؟ یه جایی که شاید چوب و چماق نیاز هست، نمیدونم برای شاید تو مشت بخورید، شاید بترسید، هیجان داره نداره، خلاصه یه تصویری تو ذهن آدم ها خلق میشه. شما زمانی که دعوت میکنید از یک نفر، بدونید دارید یه تصویر خلق میکنید و اون چیزی که مهمه اون تصویره، چون اگه اون تصویر مناسب حالش باشه، مثلا اون تصویر اگه کشش داشته باشه، اگه وقتش باشه، مثلا ساعت 3 بعد از شما به یکی بگید بریم فوتبال، خب شاید بگه خوابم میاد، یا مثلا تازه میدونید نهار خورده بهش میگید بریم رستوران، خب طرف مطمئنا حتی اگرم بیاد با ذوق و شوق نمیاد طبیعتا، میگه من میام اونجا پیشتون یه لیوان آب میخورم مثلا. بنابراین شما زمانی که دعوت میکنید، دو تا نکته مهم و الان همینجا تو همین مثال میتونید خودتون رو بذارید جای اون کسی که دعوت داره میشه، و حالا از این طرف یکی اینکه اگه نهارشو خورده به رستوران دعوتش نکنید، اگه تازه نهار خورده، و اگه نصف شبه دعوت به فوتبالش نکنید. منظور این که یک حس و حالی داشته باشید نسبت به این کاری که دارید میکنید، چون یه موقع ذهن ما همش میره تو حالت این که میخوایم فرد رو دعوت کنیم و تو ذهن خودمون اینی که خب بیاد فرد ورودی بزنه یا یه محصول بخره، یا حالا میگه نه آره چی میگه فلان، اصلا از فراموش میکنیم که اون تصویره اصل کاره و اون تصویره رو سعی کنیم به موقع و تو جای مناسب و یک تصویر درست بسازیم. حالا به طرف بگی آقا بیا مثلا یه پکیج محصول بخر بعد وارد شو، یا به طرف بگو که بیا مثلا یه فضای سلامتی براش ایجاد بکنید که آقا مثلا ما میخوایم اینجا فکر سلامتیمون باشیم دیگه، یه ممکنه تجربه از خودتون بگید، یه تصویری بسازید که آقا الان دیگه وقت اینه که ما یک استایل جدید، یک فرهنگ جدید، به فکر خودمون باشیم و در واقع یه سری استایل جدید واسه خودمون در نظر بگیریم، یه سری مسائلی که امروز علم مشخص کرده و ما میدونیم و همه جا دیگه این در واقع ثابت شده، وقتشه که اینا رو در پیش بگیریم، من در پیش گرفتم، من جدیم، من برام مهمه این چیزا. ببینید هر کدوم از اینها یه تصویری رو تو ذهن فرد داره ایجاد میکنه، بنابراین موقع دعوت حواستون اون تصویره باشه، فرد رو به چه تصویری دارید دعوت میکنید، تو ذهن فرد چه تصویری خلق میشه بعد از اولین جمله شما، بعد ادامه میدید دومین جمله، همش تو ذهنتون تصویری باشه که داره تو ذهن فرد ایجاد میشه. مثال رستوران و مثال فوتبال مثالای خوبیه به نظر من که شما حواستون هست به اون تصویره،
خیلی وقتا ما در مسیر چیزی که میخوایم حواسمون نیست به اینکه چه اتفاقی داره میفته. این نکته خیلی مهمش اینه که حواسمون به این مسئله باشه و دعوت که از فرد میکنیم انگار که داریم یک تصویر رو نقاشی میکنیم در واقع، و هر بار که قلمو رو میزنیم به بوم یه تیکه از اون تصویر داره آماده میشه. خب سعی کنیم تصویری رو بسازیم که اولا علاقه داشته باشه فرد، و هر بار که قلمو رو میبریم روی بوم انگار که طرف منتظرش بشنوه. میدونید چجوری شروع میکنیم، چجوری تموم میکنیم، کی میگیم، کجا میگیم، اینا همه مسائلی است که در واقع مهم هست. بنابراین توی بحث دعوت سعی کنیم یه مقداری فضا رو برای خودمون تو ذهن خودمون آماده بکنیم. دوستان خیلی مهمه که حالا در ادامه صحبت اگه کردم، اینی که منی که میرم دعوت بکنم از یک فرد هدفم چیه؟ توی ذهن خودم چی برای طرف میخوام؟ دوستان این که بیاد طرف وارد شه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگه یک نفر بیاد وارد شه و بعد هیچ اتفاقی نیفته، عملا شما فقط یک ورودی گرفتید، یه پورسانت خیلی جزئی گرفتید و اون فرد اومده یک پکیج خریده و یه سری محصولات داره. اتفاق دیگه این نیفتاده، پایه‌های سازمان شما فی‌الواقع رخ نداده، اتفاق نیفتاده، شکل نگرفته. شما زمانی میتونید این رو در واقع فکر کنید یه پایه شکل گرفته که فرد بدونه برای چی داره میاد، و زمانی فرد میدونه برای چی میاد که شما دعوتی که کردید دعوت کرده بودید به اینکه بیا آقا پایه‌های سازمان رو بسازیم. بنابراین اینا رو همه رو کنار هم تو ذهنتون آماده بکنید، و همه اینها در گروه اینه که شما دید یک مشاور داشته باشید، دید یک مربی داشته باشید. زمانی که دید یک شکارچی دارید، شکارچی به این معنی که آقا من یه ورودی بگیرم یا من یه محصول بفروشم. اگرچه شما هدفتون اینه که این محصول رو بفروشید، ولی بیاید اینجوری فکر کنیم، شما به عنوان یک مشاور، نقش یک مشاور و نقش یک مربی رو اگه درست اجرا بکنید اون فرد میخره. بنابراین خرید یک اتفاق جزئی میشه از کل این پروسه، ولی اگه شما فقط به خاطر خرید برید جلو، اون نقش مشاوره ای رو نداشته باشید، اون تصویر درست تو ذهن فرد ایجاد نمیشه. به خاطر همین طرف نهایتاً فقط یک خرید میکنه، خیلی که شما رند و زرنگ باشید، میدونید داره خریدم انجام میده، ولی فکر نکنید این موفقیت شماست. بهتره شما تصویر رو بسازید که از فردا یا از بلافاصله بعد از اینکه این شخص اومد و وارد شد، این شخص تصویر فردا داشته باشه، تصویر درست داشته باشه. و این نکته خیلی مهمیه که شما در واقع اون نقش مشاور بودن خودتون رو فدای گرفتن یک خرید یا فروختن یک محصول نکنید. خیلی از جاها تو این سیستم دوستان مهم هست که ما دید طولانی مدتمون رو از یاد نبریم. این که به یک نفر یک محصول بفروشی کوتاه مدته، این که به یک نفر یک ایده بفروشی دید طولانی مدته، این که یک نفر رو بیاری صرفا ورودیش بکنی، خب این بیاد یه پک بخره، کوتاه مدته. این که فرد رو به عنوان یک شریک کاری و یک همسفر کاری دعوتش بکنی، این در واقع بیاد خرید بزنه، این یک دید طولانی مدته. خیلی باید حواسمون سر این قضیه جمع باشه. زمانی که دعوت میکنیم بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم داریم کار انجام میدیم. به خاطر همین خیلی از نکته خیلی مهمه، خیلی از مسائل از همون دعوت خراب میشه یا سالم میشه و درست میشه. خیلی از مسائل، شاید بعضا بیشتر از نصف کار شما توی یک دعوت صحیح رقم میخوره و توی یک دعوت اشتباه از بین میره، و شما باید بعدها توی پروسه‌های بعدی کار خیلی بها بدید تا اینکه اینو درستش کنید. ببین اگه طرف حس بکنه شما دنبال ورودید، همین خیلی خیلی ساده میتونید به این قضیه فکر بکنید. الان طرف حس کنه که شما ورودید، دنبال ورودید یا دنبال این که محصول بهش بفروشید، این یعنی اون شکارچی بودن شما رو فهمیده. اصلا شما شکارچی هم نیستید، ولی اگه اونجوری بفهمه خیلی کارتون سخت میشه. ولی به این فکر کنید که اون فرد شما رو در کنار خودش به عنوان یک مشاور ببینه، به عنوان یک مربی ببینه، به عنوان یک نفری که یه ایده خوب برای خود فرد داره ارائه میده. خب همین الان میتونید فکر کنید که طرف چقدر مثبت نسبت به این قضیه. برای همین شما توی دعوت اون تصویری که خلق میکنید رو بیشتر از هر چیزی باید بهش بها بدید، و تو ذهنتون هر کلمه‌ای که دارید
بعد از کلمه قبلی ارائه میدید حواستون باشه اون تصویره داره هی دقیق تر میشه. تصویرتون که تموم شد، این فرد یک تصویر گودزیلا ببینه یا یک گل سرخ، این بستگی به خودتون داره و این کاری هست که ما توی دعوت انجام میدیم. اما خدمتتون عرض کنم که مهمترین مسئله رو توی بحث دعوت اون تصویری هست که شما ابتدا ایجاد میکنید و خودتون تو ذهنتون دارید. باید تمرین بکنیم دوستان، خیلی باید تمرین بکنیم توی دعوتایی که داریم انجام میدیم این فضا رو هی تو ذهنمون داشته باشیم. شاید دو تا سه تا اول یکم سخت باشه، ولی بعد از اون دوستان اتوماتیک وار میتونید در واقع یک دعوت کننده حرفه‌ای باشید. خب دوستان، دعوت هر چقدر جدیتر، هر چقدر نزدیکتر به فرد، هر چقدر یه موقع تعارف میکنیم با هم دیگه، دیدید دیگه، نباید اینجوری باشه، باید قاطع باشه، باید جدی باشه، باید فرد حس بکنه آقا یک دعوتی داره اتفاق میفته. تون صداتون با تون صدای یه دقیقه قبلتون فرق میکنه، حرفتون با حرفای روزای قبل فرق میکنه. این دعوت باید یه دعوت باشه، میدونید؟ یعنی توی مثلا دارید بازی میکنید، وسط بازی هم فرض کنید بیا مثلا این کار رو هم شروع کردم، بیا این کار رو با هم انجام بدیم، دعوتش بکنید. حالا به این شکلی خودتون به این فکر کنید چه تصویری داره تو ذهن فرد ایجاد میشه. یه کاری هست، یه چیزی هست که در حد حاشیه‌ای مثلا دارید بازی میکنید، اینم گفتید، یا یه جا مشغول یه کاری هستید، اینم دارید میگید. حتی اگه یه جایی هستید میخواید بگید، میتونید با یه هیجان چیز بگید، یه دقیقه کات بکنید اون فضای اون موقع رو و دعوت بکنید. یا طرف مثلا یک حس بکنه که یک تلفن شما زدید که این مطلب رو جدا بگید. اصلا ببینید خیلی ساده، کلید کار این که شما اون تصویر رو تو ذهنتون باشه. هر کاری که تو دعوت میکنید اون تصویره رو فکر کنید، مثلا یه گوشه تلویزیون، صفحه تلویزیون رو نصف کنید و دوتا نصف رو ببینید. یه نصف اینه که تصویره داره ایجاد میشه و خب یه نصف هم شما دارید حرفاتون رو میزنید و اینا. اون نصفی که داره تصویر ایجاد میشه رو شما کنترل میتونید بکنید با اون حرفایی که میزنید. به خاطر همین سیستم دعوتتون باید یه اتفاق مجزا، یک سیستم خودشو داشته باشه. نترسید توی دعوت، اگه قرار دعوتی انجام بدید درست انجام بدید. نهایتا طرف میتونه بگه نه یا حالا هر چیزی. بنابراین با اسمس دعوت کردن و یا حالا ایمیل زدن فلان، این اصلا مناسب نیست. شما با اسمس یا ایمیل میتونید ست بکنید و پیگیری بکنید و تغییر و اینا بدید، این کارا میشه کرد، ولی زمانی که میخواید دعوت کنید حضوری یا تلفنی و حالت رسمیش. الان باید متوجه شده باشید که چرا باید جدی باشه، چون اون تصویری که تو ذهن فرد داره ایجاد میشه یه عکس جدید باشه، میدونی، یه اتفاق جدید باشه، من یک دعوت شدم، متوجه اون موقعیته بشه. خب ما دوستان توی سیستم کاریمون حالا بعضا داریم که دوستان در واقع جلسات حضوری دارن و تو این جلسات حضوری خب یک فردی هست به عنوان پرزنتور و افراد 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر نشستن و در واقع کارو توضیح میدن. همچنین ما میتونیم افراد رو دعوت کنیم به وبینارهامون و الان در حال حاضر وبینارهایی که داریم، هر دوشنبه یک وبینار کامل از جنس داریم که شامل هر 3 بخش در واقع توضیحات شرکت و معرفی پلن درآمدی و خدمتتون عرض کنم که معرفی محصولات. هر 3 تا بخش ما داریم تو این جلسه، جلسه دوشنبه ها که خب جلسه دوشنبه ها در واقع حدود 1 ساعت طول میکشه. برای یک فردی که دوست داره از جنس اطلاعات کسب بکنه جلسه خوبیه. پیشنهاد میکنم زمانی که فرد میخواد بیاد تو وبینار یه سری اطلاعات مثلا خدمتتون عرض کنم که در حد حالا زیادم به حال کلی نه جزئی یه سری اطلاعات، یه تصویره رو ساخته باشیم تو ذهنش که فرد میاد توی وبینار دنبال یه چیزی باشه. اولش که فرد پرزنتور شروع میکنه میگه که میخوایم شرکت جنس رو خدمتتون معرفی بکنیم،
این شرکت یه شرکت امریکایی هست و این یک برند هست، جدا از پلنه، جدا از فلان، اینها مؤسسین شرکت، میدونید طرف دنبال بکنه، دنبال اسلاید بعدی بیاد و شما اون تصویری که ایجاد کردید تو ذهنش تو دعوتتون میتونه کمک بکنه که این فرد وقتی میاد سر جلسه واقعا اون یک ساعت، اون 45 دقیقه رو کوالیتی و در واقع اطلاعات کسب بکنه. بنابراین ما شما اگه قرار دعوتی انجام بدید به یکی از این دوتا دعوت میکنید، یا یک جلسه حضوری هست که اونجا ست کردید، یا به هر حال به وبینارهای جنس. اما ما وبینار دوشنبهمون به این شکله، وبینار چهارشنبه ما خب مربوط به آموزش وبسایت هست، طبیعتا مال کسانی هست که جزء تیم هستن. اما وبینار پنجشنبه ما که در مورد پلن درآمدی جنس هست برای همه اوکی هست، یعنی شما میتونید پروسپکتای خودتون هم دعوت بکنید. تو این جلسه تنها اطلاعاتی که جابجا خواهد شد راجع به پلن جنس هست، شاید 50 دقیقه یک ساعت راجع به پلن جنس صحبت میکنیم و جلسه خوبیه، جلسه مفیدی هست، در واقع کامل پلن رو باز میکنیم، هم رنگ ها رو میگیم. خب رنگ ها رو ما توی وبینار دوشنبه نمیگیم، ولی توی وبینار پنجشنبه کامل 6 تا پلن باز میشه، بحث تفریحات جنس باز میشه و رنگ ها باز میشه. به خاطر همین حتی برای کسی که دوشنبه رو اومده چه خوب که پنجشنبه هم بیاد، چون پنجشنبه اطلاعات متفاوتی ارائه میدیم. اما جمعه وبینار دیروز در واقع وبیناری هست که مربوط به محصولات هست، شما به این وبینار هم میتونید دعوت کنید و وبینار محصول رو افراد میتونید دعوت بکنید و اینکه بیان و یک تاثیر کلی در مورد محصولات جنس بگیرن. دوستان شما بسته به اینکه چه نوعی از دعوت رو در پیش رو دارید میتونید حتی شب، یعنی اون روز وبینار رو هم انتخاب بکنید، وبینار دوشنبه بیاد، پنجشنبه بیاد یا جمعه بیاد، بسته به اینکه کجای این بحث براش جالب هست. و شما میتونید حتی وبینار دوشنبه رو فرد دعوت کنید، بعد از فرد بپرسید که خب از کجای این بحث خوشت اومد یا برات جالب بود، شاید بگه پلنش خیلی برام جالب بود، اوکی پس حتما پنجشنبه رو باید بیایی، چون پنجشنبه یک ساعت راجع به پلن و حتی سری بخش هست که شما نمیدونید راجع به اون صحبت میشه. اگه فرد محصولی رو انتخاب کرد شما خیلی ساده اوکی پس جمعه حتما باید توی این وبینار شرکت بکنی، کد وبینار اینه، ساعت 8:45 دقیقه تا 9:45 دقیقه جمعه یک وبینار دیگه داریم که در مورد کلیات محصولات شرکت جنس صحبت میشه. اون وبینار رو شرکت بکنی تقریبا 90% محصولات جنس رو میشناسی، نه فقط محصولات امروز جنس رو، همه محصولاتی که جنس بعدن هم میخواد بده رو شما میشناسی، چون محصولات جنس توی چارچوبی ارائه میشه که این چارچوب در واقع تو اون وبینار کامل باز میشه. بنابراین شما در واقع با این شرایط گستره بزرگتری دارید از اینکه چیکار میخواید بکنید. وبینار دوشنبه، وبینار پنجشنبه، وبینار جمعه، دوشنبه اومده حالا جمعه یا شنبه رو براش، جمعه یا پنجشنبه رو دوباره اوکی میکنیم براش، پنجشنبه رو اومده جمعه رو اوکی میکنیم، دیروز خوب اومدی این وبینار پلن رو شنیدی، میخوای راجع به محصولاتم یه وبینار خیلی حرفه‌ای داریم، دوست داری اونم بیایی؟ اگه برات اوکی هست یا اگه دعوتت بکنم میایی مثلا؟ خب وبینار جمعه محصولم میتونید ارائه بدید بهش، یا محصول اومده پلن رو کنارش اضافه میکنید، جفتش اومده وبینار دوشنبه رو کنارش اضافه میکنید. این میتونه دیگه هنر شما باشه. ولی سه شب در هفته ما وبینار لایو داریم و این وبینارها در واقع بحث جنس رو باز میکنه، بحث پلن و محصول رو باز میکنه، از اینها باید استفاده بکنیم دوستان، بسیار بسیار مهم هست. و خب وبینار دوشنبه ها همیشه ساعت 10 شب هست. بنابراین شما اگه دعوت میکنید یا به این وبینارها دعوت میکنید یا به یک جلسه حضوری که اونجا ست کردید. اما چالش بزرگ دعوت دوستان چیه؟ توی بحث دعوت خدمتتون عرض کنم که بزرگترین چالشی که وجود داره در واقع اینه که شما دعوت میکنید ولی افراد حاضر نمیشن توی جلسه. یکی دو تا نکته باید اینجا با هم صحبت بکنیم که همین الان سنگامونو با هم باز بکنیم. ببینید دوستان، قرار نیست همه کارهایی که ما اینجا انجام میدیم ساده، در واقع آسونه، خیلی راحت پیش پا افتاده، یه بدون چالش باشه. عملا همچین چیزی نداریم و مطمئنن دوستان زمانی که ما همه چیز
کامفورتبل داره انجام میشه، تو راحتی ما داره انجام میشه، اصلا هیچ چالشی وجود نداره. قطعا ما کار خاصی انجام نمیدیم، پیشرفتی داریم نمی کنیم، توی دنیای جدیدی قدم نذاشتیم. حالا این دنیای جدید میتونه قدم بعدی ما توی مثلا تخصص موسیقیمون باشه. یه فردی موسیقیشو یاد گرفته، خیلی بلده، امروز میره و خودشو به یک چالش جدید میزنه و یک بخش جدید یاد میگیره. خب اون بخش روز اول بلد نیست، سخت، یاد نمیگیره، هر بار برمیگرده عقب، میگه حالا ول کن اونو که بلدم که، حالا خوبه، باش پول در میارم، باش کارمو دارم میکنم، چه لزومی داره خودم بیام سر کلاسی بشینم که مبتدی ام، در صورتی که من یه مربی ام مثلا توی بخشای دیگه. ببینید دوستان، همه جا زمانی که شما میرید برای اینکه یک فضای جدید رو یاد بگیرید، یه هنر جدید یاد بگیرید، یک مهارت جدید یاد بگیرید، یک لول جدید توی کار، توی زندگی، توی بیزنس در واقع انتخاب میکنید، یه لول بهتر انتخاب میکنید، درآمدتون رو میخواید افزایش بدید، رتبتون رو میخواید افزایش بدید، دوستان وارد یک دنیای چالش‌زا میشید. انتظار اینو داشته باشید که همه چیز به در واقع اون شکلی که شما خیلی راحتید پیش نره و دنیای امروزتون با دنیای دیروزتون باید فرق بکنه. زمانی که شما شروع میکنید دعوت رو انجام میدید، دعوت دارید انجام میدید که این فرد بیاد سازمان شما شکل بگیره، درآمد شما بیشتر بشه، برای یک لول جدید دارید تلاش میکنید. انتظار چالش داشته باشید، انتظار ادورسیتی داشته باشید، انتظار باد مخالف داشته باشید و این دقیقا اون چیزی که شما و ما رو میسازه. خب رسیدیم به این قسمت. اینجوری نیست که حالا 20 نفر دعوت کرد هیچ کدوم نیومدن ول کنید برید. شما جای دیگه ام برید، توی کار دیگه ام برید، اصلا هر چی باشه همین کارو میکنید و این مسئله است. شما باید یک جا استاپ بکنید و یاد بگیرید. اگه یک بار این اتیتیود و این رفتار رو تو خودمون درست بکنیم که اگه یه جا چالشی خوردیم در واقع شونه خالی نکنیم، جا خالی نکنیم و مایوس نشیم و ناامید نشیم، هر جا دیگه هم بریم این روحیه رو داریم. ولی اگه یه جا تمرین نکنیم اینو دوستان، امروز اینو انجام بدیم، فردا یه کار دیگه میریم، دوباره اون کار به جای سخت میرسه. چرا؟ چون اون کار اگه لول جدید تو زندگی ما بخواد تعریف بکنه، حتما چالش داره، حتما خارج از فضای راحتی ماست. خب با چالش‌های اونجا می‌خوام چیکار کنیم؟ اونجا هم می‌خوام ول کنیم، اونجا هم ول می‌کنیم، بریم یه کار دیگه. و هستن کسانی که، من دوستانی هستم که متأسفانه هر روز که اینستاگرامشون رو چک می‌کنی، هر دو هفته توی شرکت دارن کار می‌کنن، دو هفته بعد توی شرکت دیگه‌ن، یه ما دیگه توی شرکت دیگه‌ن، یه ما دیگه توی بیزنس دیگه‌ن. و وقتی که باشون هم صحبت می‌کنی، متوجه می‌شی که اونها وقتی میان توی کاری، انگار که انتظار دارن همه چیز گل و بلبل بره جلو، انتظار ندارن جایی رو حل بکنن، جایی رو یاد بگیرن، جایی رو بها بدن. و این اون چیزیه که حواسمون باشه توی این کار ما باید بها بدیم، تو این کار باید چالش داشته باشیم. سخت میشه، این دلیلی نیست که من نمیتونم یا نمیشه یا مردم اینن. اصلا کلماتی که غیر از شما توشه رو باید حذف بکنید، جملاتی که غیر از شما توشه رو باید حذف بکنید. شما، فقط شما، شما نمیتونی ورودی بگیری، شما نمیتونی دعوت بکنی، شما این آدم رو دعوت کردی نیومدن، رو شما کار بکنید. این شما رو تبدیلش کنید به شمایی که دعوت میکنه میام. این مسئله اینه، چون اگه این شما درست نشه، اصول موفقیت ثابته. شما اگه میدونتون رو عوض کنید، همین الان شما رو اتوماتیک بردارم ببرم توی شرکت به عنوان یه کارمندم بذارم، مطمئن باشید قدمی از قدم بر نخواهید داشت، یعنی موفقیتی ندارید. توی بیزنس دیگه هم ببرنتون همینه. شما باید حاضر باشید چالش های هر مسیری که انتخاب کردید بپذیرید. دوستان یه موقعی هست تو ذهنمون میگیم ای کاش الان مثلا توی نتورک کار میکنیم، یه دستم مثلا چند هزار تا بود، اون دستم چند هزار تا بود. دوستان این حرف شاید حرف یه مقداری دور از ذهنی باشه، ولی باور کنید اگه حتی مایی که حاضر نیستیم چالش ها رو بپذیریم و از این موقعیت امروزمون که داریم دعوت میکنیم و افراد نمیان تو جلسه، اگه ما رو بردارن بذارن تو موقعیت اون فردی که دوتا تیم داره الان، باور کنید با اولین چالش همین اتفاق برامون میفته. چیزی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه یک تصویر سالمه. امروز اگه من شروع کردم به دعوت، دوستان باید دعوت کردن وجود داره دوستان. این نیست که وجود نداشته باشه. من اگه بلد نیستم وای میستم تا زمانی که یاد بگیرم، تا زمانی تلاش میکنم که یاد بگیرم، و تا زمانی که یاد نگرفتم دست از تلاش بر نمیدارم. اگه این روند رو تو زندگی یک بار یاد بگیریم، یعنی چی؟ یعنی یک هدفی میذاریم و تا زمانی که به اون نرسیم
کوتاه نمیاییم و یه روزی بهش میرسیم. این روحیه رو دوستان همه جا میتونید کپی پیست کنید. نتورک رو امروز جدی بگیریم، کارمون رو جدی بگیریم، نه به خاطر اینکه امروز ورودی بگیریم و پول در بیاریم، به خاطر اینکه این کیفیت رو به دست بیاریم. جیمران میگه برو تو نتورک میلیونر شو، حالا خارج نتورک هم میتونه این قضیه درست باشه، نه به خاطر اون 1,000,000 دلار برو میلیونر شو، نه به خاطر اون 1,000,000 دلار پول، به خاطر اون چیزی که از تو ساخته میشه تا به اون 1,000,000 برسی. من و شما امروز تا برسیم به یک پوزیشن خوب، تا یک مجموعه خوب بسازیم، درآمد خوب بسازیم، ما اذیت میشیم دیگه، ما پوستمون کنده میشه یه جورایی. اون اتفاقاتی که تو ما میفته مهمه، اینکه ناامید نمیشیم. شما بعضی از دوستان میبینید استوریاشونو که میبینید، من خیلی هستن دقیقاً بعد از چند بار میرم آنفالوشون میکنم، چون اصلا انگار که دنیاشون یه دنیای دیگه است، ماجرای دیگه زندگی میکنیم، منفی، نمیدونم، دغدغه‌های خیلی کوچیک، نگرانی‌های خیلی کوچیک. و متاسفانه این چیزا هست. هممون واقعا همت بکنیم، تلاش بکنیم، دغدغه‌هامون رو بزرگ بکنیم، به چالش بکشونیم خودمونو. دعوت توی نتورک رو یاد بگیریم به عنوان یه چیزی که اونجا وجود داره. بنابراین اگه دعوت میکنیم افراد بازی در میارن، نمیان، میپیچونن، فلان، این چیز خاصی نیست. اینو انقدر بزرگش نکنیم. او من هرچی دعوت کردم اینجوری شده، به اونم که گفتم این شد، اونم که بعد از 6 ماه دعوتش کردم اومد صحبت‌ها رو شنید که اینجوری شد، که میدونه این قصه ها به درد نمیخوره. که بدونید که شما باید از پس این بر بیایید و از پس این بر اومدن شما هدفه، نه اینکه این بیاد یا نیاد، میخواد بیاد میخواد نیاد، شما ببینید میتونی این کارو بکنی یا نه. و کافیه یک بار بتونیم از پس این مسئله بر بیاییم، نه تنها تو این کار، تو هر کار دیگه ما رو بذارن، همه میدونن، خودتون بیشتر از هر کسی میدونید، که مثلا به خودتون میگید پسر تا تو این کار انجام ندم، من که ولش نمیکنم، اصلا نمیدونم چجوری باید انجام داد، ولی وای میستم انجامش میدم. یه چیزو میدونم که من انجامش خواهم داد، 100 تا چیزو نمیدونم، و اونه که این چجوریه، چه شکلی، از کجا شروع میشه، به کی باید گفت، هیچ کدومو نمیدونید، ولی یه چیزو میدونید، و اونه که شما اینو انجام خواهید داد. و این خیلی مهمه دوستان. به عنوان کسی که به دلیل شرایط زندگی بعضا تو مقطعی قرار گرفتم که این قضیه دقیقاً برام اتفاق افتاده، بهتون میگم این که شما یاد بگیرید که یک چالش رو وای میسید، از پسش بر میاید، به نحو احسن انجامش میدید. این اگه بشه تو ذهنتون، اگه میخ بشه تو ذهنتون، مهم نیست چی کارتون بکنن، کجا بذارنتون، شما آدمی نیستید که اونو انجام ندید. شاید 2 سال بکشه، حسن افرادی که 1 ماه از پسش برمیان، برای شما مهم نیست. میگی من اینجام، من اینو انجام میدم، 2 سال بکشه، 6 ماه بکشه، 1 روز بکشه، مهم اینه که انجامش میدم، میرم مرحله بعد. پس دیدگاهی که نسبت به چالش ها داریم، اولا دیدگاهی که نسبت به پیشرفت داریم، بدونیم بدون چالش نیست. و چالش ها دوستان ناممکن که نیستن، که خیلی انجام میدن. سعی کنیم ما اون آدمه باشیم که از پس چالش برمیاد. اما چجوری میشه از پس چالش بر اومد؟ اولا باید مرد موندن باشیم، یعنی موندنی باشیم. امروز یه بادی میاد ما رو برمیداره میبره که به درد نمیخوره، باید ریشه هامون صفر باشه. و شروع کنیم به یادگیری. یادگیری مهمترین مسئله است. یاد بگیریم اصول رو، آدمای حرفه‌ای رو پیدا کنیم، مدلشون کنیم برای خودمون. شما امروز بهتون میگن یه دونه مثلا نقاشی بکشید از یک پیچ، چه میدونم، 4 سمت. شما میگی میشه بگیم پیچ 4 سمت چه شکلیه؟ یه عکس نشونت میدم، میگه این شکلی، میگه آها اوکی میکشم. اون مدله رو که میبینید روشن میشه براتون. شما هم توی نتورک میتونید یه مدل انتخاب بکنید. نگاه کنید به بالاستریتون، 2 لول بالاتر، اصلا یکی دیگه، برید اونجا بگید آقا من میتونم با شما صحبت بکنم. جیمران میگه نگاه کنید ببینید این آدمی که موفقه چجوری دست میده، چجوری راه میره، همونو کپی کنید. شاید این نکته توی دست دادنش باشه، یه نکته توی راه رفتنش باشه، یه نکته توی لباس پوشیدنش باشه، یه نکته توی حرف زدنش باشه، یه نکته توی برخوردش باشه. قطعا همینه دیگه. وگرنه اون آدم برید یکم چکش بکنید، مطمئنن 4 تا دست که نداره، که مثل من و شماست. یه سری کیفیت ها رو تو خودش در واقع تقویت کرده، سری ویژگی ها داره. شما برید اونها رو الگو کنید، یاد بگیرید. میگه که اگه این کارو کردید، آقای اریک فور میگه شما میتونید اگه 20 نفر رو دعوت کردید 1 نفرش اومده، که این میشه در واقع 5%، یعنی وقتی شما دعوت انجام میدید 5%ش موفقه.
5% آدمایی که دعوت میکنید میان گوش میدن، یعنی 20 نفر دعوت میکنید یکیش میان. خیلی از افرادی که من حالا توی تیم میدونم باشون صحبت کردم راجع به دعوت و ناراحت بودن، در واقع معترض بودن و پیشرفتی تو کار خودشون نمیدن، باور کنید که شاید 20 دعوت نکردن که یکیش بخواد اوکی باشه، شاید 7-8 دعوت کردن یکیش هم حتی اومده، ولی متوجه این آمار ارقام نیستن. در واقع سعی کنیم یک تصویر سالم و درست مبتنی بر اصول بسازیم که بدونیم کجا رو داریم خطا میریم، کجا رو باید تقویت کنیم. و دریک فورد میگه اگه شما اینو روش کار کردید میتونید 1 رو به 15 برسونید، یعنی اگه یه نفر از 20 نفر میاد شما میتونید 15 برابر خودتون رو بهتر کنید با یادگیری اصول، با یادگیری در واقع نکات و نکات دعوت. دوستان 50 تا کتاب نیست که، یه فصل از یک کتابه. یه فصل از یک کتاب چقدر طول میکشه تا ما 10 بار بخونیمش؟ شاید نصف روز. اگه بخوایم هر روز 5-6 بار بخونیمش، یک هفته بخونیمش، زیاده به نظرتون؟ معلومه که زیاد نیست، چون اگه ما یاد بگیریم دعوت رو برای همه زندگیمون ازش پول در میاریم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا تسلط رو این مفهوم پیدا نکنیم؟ بعضا پیش میاد افراد قسمت‌های مختلف کار رو سرسری یه بار رد میشن و بعدم هیچی، یعنی اصلا انگار این چیز خاصی هم نیست، میرن شروع به کار میکنن و تو کاراشون میبینید اصلا پیشرفتی نمیبینید و دلیل خیلی ساده است دیگه، اون ماژولهای کاریشون رو هیچ کاری براش نکردن. بعضی نتورک کار کردن میان اینجا دوباره همون جوری. آقا نتورک اگه کارم کردیم، اگه تجربه هم داریم، ولی چرا کتاب اریک فور بخش دعوتشو هفته یه بار نخونیم؟ هر بار که میخوایم بیام تو این وبینار چرا باز نکنیم اون یه چند سفر رو، مثلا یه نگاهی روش نندازیم، یه بار دیگه مرور نکنیم، به یه قسمتش گیر بدیم بیشتر بفهمیم. بعضی وقتا یه سری مثلا موضوعاتی توی دعوت هست، برداریم بریم یه صفحه تو اینترنت راجبش بخونیم. چرا این کار نمی‌کنیم؟ یه آدم حرفه‌ای چرا این کار نباید بکنه؟ به خاطر همین نسبت به اینکه این دعوت رو حرفه‌ای‌تر بکنیم، من باید نسبت به یک ماه پیشم دعوت‌های حرفه‌ای‌تر بزنم. خیلی از ما تو نتورک میریم 2 سال کار میکنیم، یک بار نمیریم اینا رو بخونیم. من فکر میکنم یکی از ویژگی‌های تیم ما اینه که هر هفته وبینار داریم و این وبینار رو داریم برگزار میکنیم. بهترین موقعیتی که بیام تکرار بکنیم. طرف خودش نمیره بخونه، تو وبینارم شرکت نمیکنه که یه نفر میخواد بیاد توضیح بده که بشنوه، حالا شاید داره استراحت میکنه یا داره چای میخوره، اصلا توی مهمونی این تو گوشش باشه حداقل. و اینها در واقع دوستان جاهایی هست که خیلی ها 99% افراد تو این قسمت ها مسئله دارن و بدونید یه روزی همین مسئله، همین تفاوت ها سرنوشتشون رو تعیین میکنن. پس نکته ای که اینجا وجود داشت اینه که بدونیم چالش وجود داره، 20 نفر دعوت بخواهیم گر یکیشون خواهد اومد، و راه این که بتونیم درست کنیم اولا تو ذهن خودمون بدونیم که این همین جوریه، این نرماله، این طبیعیه، همه جا همینه، هیچ جای دیگه خبر دیگه نیست. یه نفر میره تو زمین فوتبال میبینه چمنه، بخواد تعجب کنه چرا اینجا چمنه، یعنی هیچ نمیدونه. ما وارد نتورک میشیم، وارد کار میشیم، مگه میشه اونجا چالش نباشه؟ باید بدونیم اونجا چالشه، باید خیلی نرمال با این قضیه برخورد بکنیم، دنبال این باشیم که یاد بگیریم. جیم ران میگه don't wish it was easier, wish you were better, don't wish for more skills. در واقع میگه که آرزو نکن اینا آسون تر بود، آرزو کن تو حرفه‌ای تر بودی. Don't wish for less challenges, wish for more skills. برای چالش‌های کمتر آرزو نکن هیچ وقت. نگو ای کاش اینجوری نبود، نمی‌جوری نبود. آرزو کن که تو حرفه‌ای‌تر بودی، تو بیشتر بلد بودی، تو ماهرتر بودی، تو مهارت‌های بیشتری بلد بودی و برو دنبالش. و با این نوع رفتاره که ما میتونیم تو زندگی موفق باشیم. اینجا توی نتورک مطمئناً زمینه خوبیه برای تمرین این مسائل. دوستان اما دلیل این که آدم ها رو 20 تاشون رو دعوت میکنی یکشون میان چیه؟ این آماری که وجود داره و در واقع خیلیشون جدی نمیگیرن کارو، خیلیشون اصلا تو باغ نیستن. بعض وقتا ما به خودمون میگیریم، بعض وقتا خودمون رو قضاوت میکنیم، فکر میکنیم ما طوریمونه و هزار تا فکر میکنیم، فکر میکنیم طرف بی ادبه، فکر میکنیم طرف فهمیده ما رو پیچونده، فکر میکنیم طرف اینه اونه. اینا همه مسئله نیست که ما بخوایم واردش بشیم. بدونید که خب خیلی ها نمیان و خیلی ها اصلا تو باغ نیستن، خیلی صرفا آدم های بدقولی هم، بدقولی میکنن، متوجه اهمیت جلسه نیستن.
وظیفه شما اینه که زیاد جدی نگیرید این مسئله رو، نخواهید ناامید بشید یا ناراحت بشید، به خودتون نگیرید. شما دعوت رو انجام میدید، فرض کنید یه کارمندی رفته توی یه دونه آفیسی نشسته، بهش تلفن دادن گفتن آقا روزی 100 تا شما تلفن بدیم، به اینا زنگ میزنی سلام خوب هستید روزتون بخیر، از فلان شرکت زنگ میزنم میخواستم ببینم که شما به مثلا وای تکس نیاز دارید؟ نه نیاز نداریم، خدا نگهدار، بای. بعدی یکی میگه خب چی هست وای تکستون؟ وای تکس ها این هست، این مشخصات وای تکس. نه وای تکستون نمیخوام. یکی دیگه میگه خب قیمتش چنده؟ میگه قیمت ها مثلا 300 تومنه. میگه نه گرونه، من وای تکس 200 تومنی دارم استفاده. میدونید بالاخره یکی توش پیدا میشه میگه بله من اتفاقا وای تکس نیاز دارم و اصلا یک کارم توی بحث توزیع مواد شوینده است، دوست دارم بدونم شکر شما چیه، یه جلسه بیام پیشتون ببینم. یه اتفاق خیلی ساده میتونه بیفته و اون فرد میاد و شما اون وایتکسی اصلی رو پیدا کردید. شما وقتی صحبت میکنید با آدما حقوق بگیرید، زیاد براتون مهم نیست چی میگن، چون شما در واقع نقطه تمرکز طرف نیستید. اگه طرف نمیگه به شرکت شما و به مربی چیه به سابکار شما داره میگه، شما اینو اوتوماتیک فوروارد میکنید رو اون، برای همین به خودتون نمیگیرید. و دیدید خیلی ها هستن صبح تا شب دارن نه توی مثلا کارشون میشنون تبلیغات چیه یا هر چیزی که هستن، ولی همینا رو میاره توی نتورک نمیشنون چون به خودشون میگیرن. دوستان اون نه رو به خودمون نگیریم تمامه، اون بدقولیه رو به خودمون نگیریم تمام قضیه. جدی نگیرید اینجای داستان رو، فقط دعوتتون رو حرفه‌ای تر کنید. شما دعوت انجام میدید، براتون مهم نیست، دنبال اونایی میگردید که میگن بله علاقه دارم بیام ببینم، میان میبینن. شما اونا براتون مهمه، بقیه براتون مهم نیستن، مادامی که روی حرفه‌ای تر شدن خودتون دارید کار میکنید و این در واقع بسیار بسیار کلیدی هست. فقط و فقط دعوت خودتون رو حرفه‌ای تر بکنید، بدونید که 5%تون تا 80% میتونن بیشتر بشه. دوستان در همین راستا که به خودمون نگیریم، یعنی میخوایم یه آدمی بشیم که اینپوت نمیگیره، انگار سنسورهای ورودیش بسته شده، مثل همون قورباغه‌ای که کر بود تا زمانی که توی چاله میفته و همه مسخرهش میکنن، همه بهش میگن نمیتونی بیای بالا، الکی زور نزن، الانم تایر لاستیک ماشین میاد رو تو و تموم میشی، مثل بقیه که ناامید شدن و اون نمیشنید و به خاطر همین فکر میکرد اونا دارن تشویقش میکنن و هی پر انرژی تر تلاش میکرد و بالاخره از گودال میاد بیرون و بعدها متوجه میشن که این کر بوده نشنیده. دوستان بعضی وقتا کر باشیم واقعا، اون چیزایی که به دردمون میخوره رو بشنویم. فرصت زندگی اصلا ارزشی نداره که بخوایم خودمون رو درگیر صحبتای در واقع صحبتی که اصلا در راستای کار ماست، نه مثبت نه تو کتابا ازش در واقع تحسینش کردن، هیچ اینجوری نیست، برای چه خودمون رو درگیر کنیم؟ ما دعوت انجام میدیم تو این قضیه احساسات خودتون رو درگیر نکنید. دوستان اگه احساسات بیاد توی دعوت تمومید دیگه، شما فرقی نمیکنه نتیجه دعوت مثبت باشه یا منفی، احساساتتون بیاد وسط تمومید. اگه زیاد خوشحال بشید با دعوت یا زیاد ناراحت بشید با دعوت منفی یا دعوت غیر موفق، جفتش بده. پس نکته اینه احساسات خودتون رو درگیر نتیجه نکنید. شما دعوت میکنید تا برسید به اون چیزی که میخواید و تو این بازه احساسات نیارید وسط، چون ما نسبت به احساسات خودمون در واقع حساسیت داریم و غمگین میشیم، نمیدونم دپرس میشیم و این دپرس و غمگین و بالا و پایین و اینا مطمئنا خوب نیست. نکته بعدی اینه که خودمون باشیم دوستان. برای اینکه ما دعوت کنیم یه نفر رو به یه چیزی، نیاز نیست دیمین فایر باشیم یا مراد سیما باشیم یا ایکس باشیم یا وای باشیم. پس سعی نکنیم خودمون رو ببریم تو اون پوزیشن حرف بزنیم. خدا نکرده دروغ نگیم به طرف و چیزی رو یه جور دیگه نشون ندیم. فرد قراره بیاد تازه با شما کار بکنه. خیلی از وقتا ما اون فرست ایمپرشن ما خیلی بهتره دیگه. فرصتی نیست برای اینکه طرف مشکلات ما رو درک بکنه یا ببینه یا بدونه چه نقاط ضعفی داریم. خب نقاط قوتمون رو شروع میکنیم و خب خیلی راحت میریم جلو. این خیلی بدونه که بعداً تازه چالشش رو میشه. بنابراین اگه خودمون هم نخواهیم باشیم یه تصویر دیگه بخوایم نشون بدیم، بعداً کار خودمون سخت میشه. بعداً باور فرد رو لطمه میزنیم. بعداً طرف دیگه حس خوبی با ما نداره. و برای یک روز کار نکنیم دوستان، برای یک عمر کار بکنیم. یک سازمان رو جوری بسازیم که همیشه بتونه ادامه بده. واقعا جوری کار بکنیم، جوری حرف بزنیم که ارزش کپی شدن داشته باشیم. یه موقع نگاه کنیم بگیم خب من با وضعیتی که دارم دوست داشتم الان 100 تا مثل من تو تیمم بود،
من خودم رو فکر کنم بگم دوستش دی الان 100 تا 50 تا مثل خودت این ور 50 تا مثل خودت اون ور بود، واقعا دوستش اینجوری باشه یا نه. این میشه اون چیزی که در واقع ما باید تو ذهنمون داشته باشیم. سعی کنیم خودمون باشیم، نقش کسی دیگر بازی نکنیم، فیلم بازی نکنیم، خدا نکرده دروغ نگیم. خیلی مهمه دوستان، توی نتورک مارکتینگ دروغ احمقانه ترین کار ممکنه، چون فرد از همین زمانی که وارد میشه همه چیز رو متوجه میشه. نهایت صداقت رو رعایت بکنید، پر انرژی مثبت و شاد باشید. دوستان اینجا تمرین بکنیم پر انرژی بودن، مثبت بودن و شاد بودن رو، و افراد جذب مثبت بودن ما میشن، جذب شاد بودن ما میشن، جذب انرژی ما میشن. انرژی ماست که انرژی اونا رو میبره بالا و تصمیم جدید میگیرن. اگه آدم دماغ منفی مایوس ناامید این باشیم، کی دنبال ما راه میافته؟ بهترین پروژه دنیا رو هم دستتون باشه، بهترین پیشنهاد دنیا رو هم دستتون باشه، طرفم حتی اگه بیاد با شما نمیاد. یعنی اینو بدونید، میره میگرده همون پروژه رو با یکی دیگه انجام میده، چون شما اون آدمی نیستید. و خیلی مهمه جدی و حرفه‌ای باشید و اعتماد به نفس داشته باشید. اینا همه از کجا میاد؟ از زمانی که خودتون دو تا چهار تا خودتون رو کردید. به نظر من قبل از دعوت چه خوبه، خوب اطلاعات خودمون راجع به کارمون ببریم بالا، و زمانی که با فرد صحبت میکنیم اگه واقعا هنوز مشکل داریم تو خلوت خودمون تمرین بکنیم. Practice makes perfect. هر چقدر میتونیم تمرین بکنیم. و تو این تمرین خدمتتون عرض بکنم که بارها و بارها اینا رو شروع کنیم به حرف زدن، شروع کنیم به دعوت کردن، ببینیم کجا میلغزیم، اونجا خونه خالی رو پر بکنیم، جای خالی رو پر بکنیم، بریم پیش بالا سرمون، بریم پیش نفر بگو آقا من دعوت که میکنم احساس میکنم به فرد نیاز دارم، من اینجوری هم هر وقت با طرف صحبت میکنم این حسه به سراغم میاد، میشه منو کمک کنید؟ شما چجوری باید اینو حلش بکنم؟ حرفاشو بشنوید، بگرید دنبال جواب و سعی کنید انقدر تمرین بکنید. مگه چقدر طول میکشه یه نفر دعوت حرفه‌ای بکنه؟ یه هفته بیشتر طول میکشه اگه دنبالش باشید. واقعا جنیس خیلی از ماها سه واحد درس دانشگاه رو توی یه شب خوندیم رفتیم پاس کردیم. یکم جدی باشیم، واقعا یکم جدی باشیم. یه کتاب 200 صفحه رو توی یه شب نشستیم خوندیم رفتیم پاس کردیم درسو. یه فصل کتاب ریکور با هیچ گونه اصطلاحی هم توش نیست، هیچ گونه فرمولی هم توش نیست، ماشین حساب هم نمیخواد، حفظ کردنی هم نداره. چطور میشه که ما این رو در واقع توش رفت داشته باشیم؟ چرا برای این اتفاق بیفته؟ غیر از اینی که ما جدی نمیگیریم کارمونو، حرفه‌ای نیستیم تو کارمون. دوستان اگه ذهنیتمون رو اصلاح بکنیم، اگه عملکردمون رو اصلاح بکنیم، قطعا اعتماد به نفسمون میره بالا. و دعوت که میکنیم این که نتیجه مثبت قرار بگیریم، اصلا توی انرژی خودمون هست، ما با انرژی خودمون نتیجه رو ازش میگیریم. انگار که نتیجه‌ای که فرد بخواد بگه رو سوار میکنی، روی سیگنال ارسال میکنی به سمتش، اونم همون ارسال میکنه، و انگار نتیجه از قبل اونجا سوار شده اوتوماتیکار، پیش فرض اوکی میشه همه چی. سعی بکنیم دوستان این جریانات رو رعایت بکنیم. اما نکاتی که یک دعوت باید داشته باشه، خب اینجا 8 تا مورد رو میخوایم بگیم، ولی این 8 تا مورد قطعاً اینجوری نیست که 2 ساعت طول بکشه تا شما اینو بخواید اجرا بکنید، کلن شاید 1 دقیقه هم طول نکشه اجراش. خب اولا باید مختصر و سریع باشه. ما نمیتونیم که 1 روز 1 ساعت راجع به دعوت صحبت بکنیم، این دیگه دعوت نیست. نکته بعدی اینه که حتما این نکته مثبت از فرد رو بگیم. مکالماتمون رو با یک سری نکات مثبت نسبت به هم دیگه شروع بکنیم. هر موقع که به هم تلفن میزنیم سعی کنیم با این نکته مثبت، اگه عکسش رو عوض کرده، اگه یه خبری شنیدی از کارهاش، یا هوا خیلی خوبه تو شهری که اون هست، سعی کنیم این نکته مثبت بگیم و اینجوری صحبتامون رو شروع بکنیم. به هم دیگه انرژی بدیم دوستان. تو دنیایی که شاید خبر خوب خیلی کمه، سعی کنیم زیادش بکنیم و ما میتونیم این کارو بکنیم. به هم دیگه پیام مثبت بدیم. اصلا بحث دعوت اینجا هم نیست. انرژی خودتون رو تصور کنید، یکی بهتون زنگ بزنه، مثلا من فردا با هم صحبت میکنیم، هوای اونجا مثلا خیلی خوبه، یا اصلا برفیه، میگم که به به خوش و بالت، هوا برفیه اونجا، خیلی لذت داره، نه حالا اینجا برفی نیست، طرف میگه آره آره اینجوری، بعد هیجان میگه. ببینید این حسا رو به هم دیگه بدیم، چون خودمون هم اینجوری باشه لذت. یکی به من زنگ میزنه بگه بنیز آب اومده بالا، خیلی هیجان داره، نه خب من انرژی میگیرم میرم راجع به این چیزایی که اینجا میبینم صحبت بکنم باش. هممون اینجوریم. برای این شروع صحبتامونو با هم دیگه، مکالماتمونو با هم دیگه حتما مثبت شروع بکنیم.
و بعد میتونیم دعوت انجام بدیم و یکی از روشی که حالا خدمتون خواهم گفت یک سوال جادویی یاد بگیریم، یک تکنیک رو یاد بگیریم. دوستان اگر من آیا شما، اگه من شما رو دعوت بکنم آیا شما میاد، اگه یه لینک براتون بفرستم آیا میبینید، اگه یه کاری رو به شما معرفی بکنم آیا علاقه من هستید بشنوید. میبینید این سوالاتی که ما میتونیم در قالب اگر من آیا شما اجرا بکنیم و سعی بکنید که اینو تمرین بکنید، هر چقدر میتونید تمرین بکنید، چون تا اون حالت خشکیش از بین بره. دوستان قسمت بعدی دیگه، سه قسمت بعدی خیلی ساده است. فرد یه آره نه میگه دیگه، بعد یه تعهد زمانی ازش میگیریم، تاییدش میکنیم، قرار تلفن رو بعد میذاریم و قطع مکالمه، که تو این اسلاید من اینو ریستر توضیح میدم. اگه یه لینک به شما بدم آیا میبینید اونو؟ و خب فرد میگه بله. چه زمانی میبینید؟ ببینید خیلی ساده، ادامه مکالمه. کی میتونید ببینید؟ فردا میتونم ببینم. پس فردا زنگ بزنم شما ندیدید؟ خب بله دیدم. اگه بگی نه ندیدم، برمیگردیم به سوال قبل. خب کی میتونید اینو ببینید؟ سعی میکنم تا آخر هفته ببینم. اوکی، پس من پایان هفته به شما زنگ بزنم، دیدید اینو؟ بله بله حتما دیدم تا اون موقع. اوکی، پس من اون زمان به شما زنگ میزنم، ساعت 11 شب به شما زنگ میزنم، مناسبه براتون؟ نه اون موقع دارم شام میخورم، قبل از 11 زنگ میزنم. اوکی، بین 10 تا 11 خدمتتون زنگ میزنم. بای. تمام. ببینید یک زمان فقط ازش میگیرید و تایید میگیرید ازش، قرار میذارید برای تلفنی که قرار خوب بعد زنگ بزنید، بقیه کار رو ادامه بدید و بعد قطع میکنید. این پروسه رو میتونید شما خودتون در واقع جلو آینه تمرین بکنید، یا با دوستانتون تمرین بکنید، یا اصلا زنگ بزنید با خیلی از کسانی که میخواید دعوتشون کنید تمرین کنید باشون. چه اشکال داره؟ یکی از این دعوتیاتون انتخاب بکنید، با اون شروع بکنید. ترستون میریزه و جوابهایی که میشنوید اگه براتون سخت بود یا فردی چیزی میگه که جز این پیشفرض این صفحه‌ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم نیست، حتما حتما برگردید و با اسپانسرتون با تیمتون صحبت کنید. دوستان انقدر این پروسه رو بدید جلو تا تسلط پیدا کنید به دعوت. دعوت خیلی که باشه 10 صفحه است. خیلی که بخواید دعوت تو دنیا بگردید، از هر جا هر چیز رو پیدا کنید، 10 صفحه که بیشتر نمیشه. بازم یاد اون همه واحدایی بیفتید که توی دبیرستان و توی دانشگاه پاس کردیم و حالا جدا از احترامی که برای علم قائل هستم و تحصیل، دوزار نمیارزن تو زندگیامون، به هیچ دردی نمیخورن. اون همه فرمول یاد گرفتیم و به هیچ درد نمیخورن و هیچ گونه استفاده برامون ندارن. نه بخواد اینکه بگم اونا به درد نمیخورن، میخوام بگم ما این کارو کردیم قبلا، حالا بیام یه هفته وقت بذاریم دعوت رو حرفه‌ای کنیم خودمون، اصلا لابراتوار دعوت بذاریم برای خودمون، یعنی آزمایشگاهش رو بذاریم. این همه آزمایشگاه پاس کردیم، قول بهتون میدم هیچ کدوممون هم یادمون نیست اون همه آزمایشگاه چیا خوندیم، چیا یاد گرفتیم، چیا بود چیا نبود. اون همه ساعت‌های هر هفته رفتیم سر این کلاس نشستیم، واقعا چی واسمون مونده؟ هیچی. چی از دست دادیم؟ حالا زمانی که از دست دادیم خب خیلی مهمه، ولی به نظر من زمانی که اینجا ما توی یک بیزینسی هستیم که اگه سه واحدمون رو خوب پاس بکنیم، که این سه واحد کلا سه واحد که نیست، هیچ، کلا 5 6 تا صفحه است و پول خوبی میتونیم ازش به دست بیاریم و همین یک بار هم هست، پس دعوت رو خیلی خوب یاد بگیریم. شده این هفته هر شب یک ساعت به دعوت بشینیم، فکر بکنیم، تمرین بکنیم، این کتاب ریگو رو بخونیم، این وبینارها رو بشینیم گوش بدیم، خودمون یه وبینار واسه خودمون اجرا بکنیم. دوستان شما با آدم قبلی متفاوت خواهید شد، جدی بگیرید. اما سه روش دعوت که در واقع بسیار بسیار مهم هست، دعوت مستقیم، دعوت غیر مستقیم، دعوت سوپر غیر مستقیم. دوستان این دعوت یه جورایی از حالت مستقیم همینجوری هی دور میشه در واقع. حالا یه قسمتش اسمش رو گذاشتیم غیر مستقیم، یا حالا آقای اریک بورگ اسمش رو گذاشته غیر مستقیم، یه قسمتی دیگه خیلی دورتر میشه سوپر غیر مستقیم. دعوت مستقیم خیلی ساده است دوستان، یه نفر رو مستقیم دعوت میکنید به کار، طرف باید خیلی آماده باشه دیگه، طبیعیه دیگه. مستقیما طرفو دعوت، مثل اینکه مستقیم به نفر با من ازدواج میکنی، خب باید آماده شده باشه دیگه، شاید باید 2 سال با هم دوست باشید قبلش. اگه اینجوری نباشه، طرف اینجوری بهش بگید، خب خیلی سخت میشه قضیه، یعنی خیلی هیجان انگیز میشه و این قضیه سخته، اتفاق نمیفته. مستقیم که شما دعوت میکنید یعنی طرف آماده، آماده است. چه زمانی یه نفر آماده است؟ یه زمانی که شاید ارتباطات خیلی خوبی با هم داشتید تا امروز، خیلی درگیر کارید، کاملا میدونه چه خبره، خودش اصلا داره بهتون میگه من علاقه دارم بیام این کار انجام بدم. میدونید اینا مواردی است که مستقیم شما دعوت میکنید. در غیر این صورت باید فاصله بگیرید از اینکه شارپ به طرف بخواید بگید آقا
تشریف بیارید راجع به کاری با هم صحبت بکنیم یا فلان و فیسار. اما دعوت غیر مستقیم دوستان به چه شکله؟ دوستان دعوت غیر مستقیم یه قدم از این که به طرف بگید پاشو بیا صحبت بکنیم دور میشید. ببینید فرض میکنیم شما با یکی میخواد ازدواج بکنید. اگه روز اول بهش گفتم خب شما ازدواج بکن، یه نفر خوشتون اومده و شما اصلا ته ذهنتون هم اینه که میگید ای والله این آدمی هست که من میخوام باهاش ازدواج بکنم، فرض کن ساعت اول که میدید میگه من میخوام با شما ازدواج بکنم، دعوتتون میکنم که یا ما بیام خونتون خواستگاری فلان، خب قبول کنید هر کی باشه، حتی کسی که اگه این کارو نمیکردید باشه ازدواج میتونستید بکنید، قضیه خیلی بغرنج میشه. شما نمیتونید اینو مستقیم بگید، شما دعوتش میکنید بیرون یه کافی میخورید، خیلی ساده، یا شروع میکنید حالا توی دانشگاه جزء رد و بدل میکنید، یا نمیدونم غیر مستقیم شما اینو شروع میکنید تا زمانی که دعوتش میکنید، یا حالا خودتون رو دعوت میکنید تو خونه ایشون که خواستگاری برید مثلا، یا به ازدواج دعوتش میکنید، یا حالا هر چیز دیگه، یا اصلا به یک رابطه دوست پسر دوست دختری دعوتش میکنید. مطمئنا همون اول این کارو نمیتونید بکنید، اون اول غیر مستقیم میرید جلو. خیلی وقتا یه آدرس از یه نفر تو خیابون میپرسید که مثلا چطور صحبت شروع بکنید یا فلان، این چیزی که فکر میکنم همه آقایون و خانوما خیلی حرفه اینو بتونن متصور بشن تو ذهنشون حتی اگه تجربه نداشته باشن. خب دعوت غیر مستقیم هم همینه، درخواست کمک میکنید، آدرس میپرسید، نظرشو میخواید، مثلا توی مترو نشستید مثلا میگید که جایی که داریم میریم هوا چجوری به نظرتون، هوا خوبه خوب نیست یا فلان، یا این شرکت قطار شرکت هواپیمایی مثلا اینجوریه اونجوریه، یه سوال ازش میپرسید ببخشید میتونم ازتون کمک بگیرم که کدوم ایستگاه من باید پیاده شم برای اینکه اینجا میخوام برم. ببینید شاید اصلا هدفتونم اون نیست ولی سر صحبت میخواید با طرف باز بکنید. خب این در واقع برای مارکت سرد هست، کسایی که نمیشناسیدشون، کسایی که تازه باشون آشنا میشید. پیشنهاد من اینه که حتی تو هر مارکتی شما اینو میتونید رعایت بکنید، حتی کسی که میخواید مستقیما دعوتش بکنید میتونید غیر مستقیم شروع بکنید. نزدیکترین دوستتونو میتونید با حالت غیر مستقیم برید جلو و بعد مستقیم دعوتش بکنید. دعوت غیر مستقیم دوستان یک لول عمیق‌تر از دعوت مستقیمه، یه قسمت انگار که یه پله شما بیشتر پلن ریختید. سعی کنید دعوت غیر مستقیمتون رو زیاد کنید. دعوت های مستقیم اوکی هستن ولی خیلی شسته رفته و زیاد نیاز به بینش خاصی، پلن خاصی، استراتژی خاصی اینا نیست، گیر و گور نداره. ولی دعوت غیر مستقیم قطعا شما باید یک قدم پلن ریخته باشید. یادم تو این بحث شطرنج بازا، کسی که شطرنج حرفه‌ای بازی میکنن، اینا تا مثلا یک پروسه رو تا چند حرکت از قبل میدونن چیکار میخوان بکنن و همیشه راجع به این صحبت میشه راجع به شطرنج بازا. چرا؟ چون که این که از پیش شما تا چند حرکت رو بتونید پیش بینی بکنید، بتونید بدونید میخواد چیکار بکنید، این یک ارزش محسوب میشه. دعوت غیر مستقیم در واقع یکی دو تا حرکت از قبل هست، شما میتونید مدیریت کنید جواب فرد رو، یک هدف رو میتونید مدیریت کنید، از یک مسیر خاصی بهش برسید. اما دعوت سوپر غیر مستقیم که واقعا نیاز میشه خیلی وقتا، افرادی که اصلا میدونن شما نتورکید و به هیچ وجه مثلا نمیخوان بیان، تو روتون هم اینو میگن، خیلی ساده بهشون میگید من با این افراد در واقع سرکار داشتم، تجربه خودم، خیلی ساده میتونید اونها رو از توی صفحه حذف بکنید، اونها این حس بهشون دست بده که آقا اصلا موضوع شما نیستی، من افرادی که شما میشناسی رو من معرفی کن که تو این کارن، فقط اسمشون رو من بگو خود برو کنار. دوستان حتی افرادی بودن که توی تیم، تو همین تیم خودمون شروع کردن به کار و اونها شرایطی نداشتن یا اصلا هنوز به اون صورت قالب نگرفته بودن نسبت به اینکه آقا شما باید جدی باشی، شما باید کار بکنی، خیلی ساده ما با همین استراتژی که آقا شما آدماتو معرفی کن، طرف آدماشو معرفی کرده و اصلا خودش رفته کنار و اصلا پیگیری هم نکرده، ولی تیمی که اونجا بوده پیگیری کردن، اون فرد افراد معرفی کردن و الان یک تیم خیلی خوب تشکیل دادن اونجا. بحث سوپر غیر مستقیم همه جا کار میکنه دوستان، فرد حتی وارد شده اونجوری کار نمیکنه، شما میتونید سوپر غیر مستقیم بشه بگید اوکی شما فرد من معرفی کن، چرا؟ چون اون فرد رو کمکش میکنید و بعدا اگه تیمی ساخته بشه اون خودش هم برمیگرده. دعوت سوپر غیر مستقیم هم همین شکله، شما یه فرد رو غیر مستقیم در واقع افرادتو به من معرفی کن، شما اصلا با نتورک مسئله داری هیچی، ولی افرادی که دور و بر هستن آشنایی یا فلانی هست که
میدونم با تو رابطهش خوبه، نتورک اون علاقه داره و از احتمالش هم چیزی میتونه جلسه کنی که ایشون هم باشه با هم صحبت بکنیم، شما کلا اصلا خودتو بکش کنار، مطمئن باشید اون طرف بیاد و ایشون هم اگه باشه یا نباشه و مثبت باشه این فرد برمیگرده، این فرد هم نرمتر میشه. بنابراین شما به این فکر باشید که قدم بعدی کارتون رو میخواید بسازید، شما لول بعد تیمتون رو میخواید بسازید، شما کار به هیچی دیگه ندارید. دعوت مستقیم، غیر مستقیم، سوپر غیر مستقیم یا سوپر 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 غیر مستقیم برای من و شما هیچ فرقی نمیکنه. ما استفاده میکنیم از یک مفهومی به نام دعوت و فرد رو بسته به پوزیشنی که داره نسبت به ما کاملا اوکی هست، اعتبار ما هست یا کلا دشمن نتورک مارکتینگ، دیگه از این دوتا خالت یا از این تیف خارج نیست، فرق نمیکنه. ما فقط پوزیشنش رو اگه بلد باشیم و این تمرین ها رو انجام داده باشیم میتونیم طرف رو دعوتش بکنیم و میتونیم کار خودمون رو ببریم جلو. دوستان این وبینار امروز رو من سعی کردم فقط و فقط روی دعوت صحبت بکنیم، مثال بزنیم و یه سری صحبت های حتی دقیق‌تر و ریزتر ارائه بدیم که افراد اینو به عنوان یک سورس داشته باشن تا اگه نیاز بود بتونن به این مراجعه بکنن و یه مقداری بحث دعوت شفاف‌تر باشه. ممنون و متشکرم که تو این وبینار شرکت کردید، امیدوارم که در واقع مفید براتون واقع شده باشه. خدا نگهدار همگی.